تمام مسلمان ها و امت اسلامی اتفاق و اتحاد دارند نظر به نصوص آیات قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم که امام مهدی را ظهور میکند با آخر الزمان. پس یکام تا میگه که انتظار مهدی را بکشه، ما یکام مزایب نه، پیش از مهدی خلافت میاد انشاءالله، پیش از مهدی و نظام و شریعت الله متعال را در روح زمین نافذ میکند. ما شما باید بر ایجاد خلافت جدا، خلافت چی؟ به کل عزت کل مسلمان ها دو. کل مسلمان ها یک جغرافیا یک رئیس دولت، چقدر خوب. و عیسی علیه السلام هم از آسمان ها می آید به اذن الله، شریعت الله جل شانه را در روح زمین تطبیق می کند. اما اینها وقتی که می آیند شریعت الله جل شانه را در روح زمین به سر انسان ها تطبیق می کنند، نه به نام دموکراسی، نه به نام انتخابات، نه به نام پارلمان، نه به نام نظام سکولاریسم و نه به نام امارت، بلکه به نام خلافت اسلامی و خلیفه مسلمان ها در روح زمین می آیند شریعت الله متعال نافذ می کنند. تکون و خلافت علی منهاج النبوه، بعد از این هم خلافت به منهج و طریق نبوت میاد. رسول الله هم گفت که بعد از این پادشاه ظالما خلافت به طریق نبوت باز میاد. فکر کنید در یک بشارت بسیار بزرگ است. این صحابی میگه که ثم سکت النبی، بعد از رسول الله هم سکوت کرد، گپ نزد. و این حدیث صحیح هم است. اینا رو سعی کنید که رسول الله سلام در اینجا میگه که خلافت نبوت حتمی آمدنی است و یک بشارت بزرگ است با ما شما. این کافرها هر قدر خود ایسوسو بزنن بسیار از این خلافت میترسن که نبیاید، ولی حتمی آمده نیست. لیکن لابدی چی ضرور است؟ عمل کردن بر خلافت، عمل، عمل و کار است و زمینه را مساعد کردن. ظروف ما امت باید بر پذیرش از این آماده کنیم. امت، ولی بسیاری امت یک مصیبت شده. این امت بگوییم خلافت که کل مسلمان ها در تحت یک جغرافیا و یک بیره و یک وجود یک اقتصاد باشد، چطور است؟ خوشدار یا نه؟ میگه امکانش نیست. اون بدبخت جایلینی حدیث صحیح سخو از حدیث فاصله داری، چرا امکانش نیست؟ همون خلافت که ابوبکر و عمر و عثمان و علی تا 800 سال تا خلافت عباسی و عثمانی ها مسلمان ها عملی کردن و یک خلافت واحد داشتن امت اسلامی. و همون خلافت به اذن اراده الله متعال جل شانه مطابق به وحی خفی که یعنی حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله جل شانه به او باره می فرماید که سخن پیامبر وحی است و رسول صلی الله علیه و سلم بشارت داده در حدیث صحیح که پس خلافت در منهج نبوت به آخر الزمان زنده میشه و پیش از ظهور مهدی و عیسی علیه السلام جماعی از اهل حق می باشند که حدود الله و دین الله و شریعت الله را زنده می کنند و خلافت اسلامی را در روح زمین تأسیس می کنند و شریعت الله را تطبیق می کنند به سر کفار و مرتدین و مشرکین و مفسدین روی زمین. پس وقتی که عیسی علیه السلام می آید و امام مهدی می آید، آیا اینها با گروه های کفری و ارتدادی نعوذ بالله یک جا می شن؟ برادران و خواهران مسلمانان، باید ما و شما بدانیم که وقتی که امارت کفری طالبان با رؤوس و تواقید یعنی سازمان بین الملل بیعت کرد و یک جا شد و قانون آنها را قبول کرد و آنها را به رسمیت شناخت و گفت که من از شما دفاع میکنم و هیچ کس اجازه نمیدونه که به علیه شما بجنگه و جهاد و قتال و دشمنی کنه بر شما، آیا امام مهدی و عیسی علیه السلام وقتی که بیایه با این گروه کفری و ارتدادی چی میکنه؟ به ذات و صفات الله متعال قسم هست و سوگند است که اینها را همه با شمشیر خود مردار کرده و به جهنم الله متعال میفرستد و هر کس که با اینها هم نظر باشد و موافق باشد و مدافع اینها باشد و به اینا محبت داشته باشد و همکار اینها باشد با اینا ولایت و ولات بکند، آنها هم از زیر شمشیر این سربازهای نظام اسلام تیر خواهد شد، چرا که حکم الله متعال همین است و سنت رسول صلی الله علیه و سلم همین است. بعضیش میگن نه ما خو افغان هستیم، نه پاکستانی بیا نه خیز میزنه سر پاکستانی، ما خو افغان هستیم. حال تو را کی گفته که افغان با؟ الله شما را هو سماکم المسلمین، الله تو را صفت کرده مسلمان صورت عجمه، الله میگه تو مسلمان باش، تو میگی نیم افغان است. باز اگر بگوی خلافت میگه چی میگه؟ خلیفه کی میباشه؟ امیر افغانی میباشه یا دیگه که؟ باز اگر بگوی که حدیث سید رسول الله میفهمد الائمتو من قریش، امامایتان قریشی عربی قریش عرب میباشه. عرب؟ نه عرب، عرب ها چی تو قبول کنه؟ این جهل دیگه نه؟ رسول الله عربی نبود، قرآن عربی است یا نه؟ و رسول الله عرب بود، صحابه کلش عرب بود از ابوبکر گرفته تا خالد ابن ولی.
شریعت قابل تغییر نیست. الله متعال در نص سری کلام خود میفرماید ای کسانی که به الله ایمان آوردیم به 100% دین عمل بکنیم و به اسلام کامل داخل بشیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. پس همونطور که اگر یک نفر به نماز و روزه و حج و زکات و اخلاق اسلامش کامل میشه، پس این هزار آیت که درباره جهاد و قتال و دشمنی و بیزاری از کفار هست، این آیات را کی عمل میکنه؟ و 520 آیت که درباره حدود الله و قصاص و تعذیر و نظام و حدود اسلامی است، پس به اینها کی عمل میکنه؟ و 10 سال حکومت داری رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه، پس به اینها کی عمل میکنه؟ پس عبادت سیاسی مسلمان ها جهاد و قتال و دشمنی با کفار هست و تطبیق نظام الله و تطبیق خلافت اسلامی در روح زمین هست. برای همه مرد و زن مسلمان، عالم و عوام مسلمان، محصل و متعلم مسلمان فرض عین است که باید اول به خلافت اسلامی ایمان داشته باشه و بعدا علم حاصل کنه و سپس در میدان جهاد و قتال هجرت کنه و با برادران جانفدا و مخلص و دین دوست خود که به واسطه حزت و حفت مسلمین و نافذ شدن شریعت الله آماده هر قربانی و دشمنی هستند و تمام کفار روی زمین امروز هم پیمان و هم فکر شدن در برابر سربازان خلافت اسلامی که می جنگن. و باید از این شما حقانیت خلافت اسلامی را بدانید که اگر ذره اینا در کفر و ارتداد و نفاق قرار می داشتن، کفار دنیا هم با اینها مدارا می کردن، مثل که با امارت کفری طالبان می کنن. پس اینجا بسیار گپ بکار است که آیا این خلافت امتیاز است؟ خلافت خود یک تکلیف است، یک مسئولیت است، بسیار مشکلات. این امتیاز نیست. خلیفه، خلیفه اصلی که از زندگی خوشحالی و پادشاهی رئیس جمهورای فعلی واره، این قرار اجازش تا نامش میاد یک امضا کردن میره. حالا این قسمی نیست، یکی ریاست جمهوری است در نظام دموکراسی، یک خلافت است. خلیفه امیر المؤمنین و بسیار زندگیش پر مشقت است، در او کدام امتیازی نیست، او اسلام تطبیق میکنه و بسیار مشکل است. او را هر کس هم نمیتانه، هر مرد هم نمیتانه. نگام مردها و هم قریشی در بین از وام بسیار شرایط داره که عالم باشه، علمش حتی به درجه اجتهاد رسیده باشه، شجاعتش، کفایتش. حال ما میال میخواییم که در زمستان با در عربستان زندگی کنم، نه؟ در شهر ریاضش یا در مکه یا در مدینه، این خوب است یا بد است؟ کسی مرا مانع شده نتانه که جو مرا پاسپورت تا تو افغانستان چیستی؟ فقط مثلا پاسپورت چیستی؟ انا مسلم، مسلمان. حالا مسلمان بودم در هر دم 57 کشوری که هست باید بگردم. و خلافت که آمد این زمین کلش مربوط مسلمان هم میشه. دلم در هر جایی که زندگی کردم باید آزاد باشم. در بایسکل میرم، در موتر میرم، در سر مرکب میرم، اسب این گپا میرم، پیاده میرم. کسی مرا باید چیز نگوید. عالمی بسیار خوب زندگی است یا نی؟ این کافرها خودشان متحد خود کرده، رئیس اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو دیگه، ما شما را به نام این و آن در کلی یک دیگه زده رئیس این و آن، افغانی، پاکستانی، ایرانی، تاجیکستانی، ازبکستانی، قطری و بحرینی و سعودی زده رئیس، نه؟ یکی در کلی دیگه خودشان قرار در گندی خیر متحد شده، اتحادیه ناتو، اتحادیه اروپا، اتحادیه شانگهای، اتحادیه جور کرده رئیس متحد شده روان است. ما شما را یکی در کلی دیگه زده رئیس. پس عمل، عمل و کار است، عمل. بدون عمل الله در قرآن می فرماید وَاعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَاعَتُمْ مِنْ قُوَّةِ، آماده کنین از برای کفار. چقدر که در برابر کفار توانایی دارین از قوت و نیرو، چیزی که نیرو است، نیروی عقیده، نیروی نظامی، نیروی حکومتی، نیروی در همه بخش‌های زندگی، نیروی اقتصادی باید آماده کنیم. برای اتحاد امت ای تو کار کردن و هر کدام ما و شما دعوت کردن این بسیار مهم است. قوت و نیرو را میگه چقدر که توانایی دارین آماده کنیم. ولی الله یک شرط مانده که ما شما را به شرط نصرت میکنیم، شما عمل کنیم و دین الله را نصرت کنیم. ان تنصر الله ینصرکم، اگر الله را نصرت کردین دینش و آیینش، عمل کردین، تلاش کردین و جد و جهد مالی و جانی، جانت هم در راه دین الله مصرف کردی، مالت هم، بعد از میان سرکم نفرت میاد. ایتونی که زیر لیاف قرار خواب باشی دعا کده بری که یا الله خودت میفهمی و کارت، مخلوقت ما نمیفهمی، نه ایت به این نمیشه. حالا بساری میگه نماز بخوان، تهجد بخوان، گریان بکن، الله خودش میفهمه و چی میکنه. این قسم نیست، یعنی بسیار یک فکر گمراه کننده. این تنصر الله ینصرکم، به شرطی که الله را دینش نصرت کنین، باز الله شما را نصرت میکنه. و یثبت اقدامکم، قدمایتان را محکم میکنه. در غیر از اونی نگه الله به ما شما توفیق بده
که ما باید به اصل اسلام رجوع کنیم و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از زندگی خود به ما ماند که حدیث براتون بیان کردم، قرآن کتاب الله و سنتش زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله، به این خود خوب بفهمانیم. اول علم فهم ضروره، بعد از اون مطابق از این حرکت کنیم. از وسوسه های شیطانی، چه شیاطین انسی یا جنی، بعضی وقت انسان هم شاید یک شیطان گشته وسوسه می ای تو بکو یا خانگه جور که موتر پشت این گپا نگه نه؟ موتره که چطور خانگه که چطور این گپا ایق گپا میگه خدا میفهمه و دینش و کارش ما را چی بگه این گپا نه. این هم وسوسه های شیطان های انسی است، هم از وسوسه شیطان های جنی و هم از انسی خودت دور کنیم و عملا آنچه که قرآن میگه و رسول الله به مو درجه کار کنیم انشاءالله حتمی ما و شما و دو رسیدگی استیم دو زندگی و به چشمای خود امید داریم که او زندگی که صحابه داشت او زندگی از او را که بخوانیم صحابه چه قسم زندگی داشت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله دوران رسول الله صحابه چی بود به او زندگی رسیدن این بسیار یکی از آرمانای ما شما همی است و الله ما شما را برسانه و توفیق به می اعمال بده. پس برادران مسلمان امروز هیچ دلایل بر جاهل بودن ما باقی نمانده، قرآن موجود است، سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله موجود است، احادیث موجود است، کتابای عقیده موجود است، علمای حق موجود هستند. چرا ما خود از خواب غفلت بیدار نمی کنیم و هیچ جهالت برای ما دلیل نمیشه؟ اسباب تکنولوژی و زراعی وسایل موجود است، باید ما از عقل خود و از فکر خود و از جوانی خود برای تطبیق حدود الله و نظام اسلامی و خلافت اسلامی کار بگیریم و ما جزء همو سر بازهایی باشیم که روز قیامت با صحابه رسول صلی الله علیه و سلم یک جا انشاءالله بإذن الله حشر بشیم و همه مسلمان های مظلوم دنیا به سبب شمشیر و جهاد و قتال ما از ظلم و استبداد کفار و طواغیت روی زمین آزاد بشن و شریعت الله بلند بشه و کفر و طواغیت همه در زیر پای ما لگدمال بشه و عزت از آن الله و مسلمین و مؤمنین و حدود و شریعت اسلامی و مسلمان ها باید شود.